تحقیق بی بی سی درباره قربانیان جنگ افغانستان، ماه گذشته میلادی روزانه 75 غیر نظامی، نیروی امنیتی و شورشی کشته شدند. آلمان از سال آینده با قانونی جدید درهایش را به روی مهاجران باز می کند. بازار کار جذاب برای متخصصان. و هفته مد لندن، صحنه اعتراض فعالان اقلیمی و حقوق حیوانات. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. یافته‌های یک تحقیق تازه بی بی سی نشان می‌دهد که در ماه گذشته میلادی تلفات جنگ در افغانستان بیشتر از مجموع تلفات جنگ در سوریه و یمن بوده. بر اساس این ارزیابی 2307 نفر در ماه اوت یا آگست در افغانستان کشته شدند. با این حساب روزانه 74 نفر در خشونت‌های افغانستان قربانی شدند که نیمی از این تعداد افراد گروه طالبان هستند. شماری قابل توجه. غیر نظامیان هم بهای سنگین پرداختند و دست کم 473 نفر غیر نظامی در این ماه کشته شدند. در جریان این گزارش تحقیقی تصاویری از خط مقدم جنگ، بیمارستان‌ها و مناطق تحت کنترل طالبان به دست آورده ایم که ارشاد هنریار نگاهی به آنها انداخته. هر روز جنگ و خشونت، هر روز خبر کشته شدن و از دست دادن. یک ماه در افغانستان. در ماه آگوست یا اسد هر روز در افغانستان 75 نفر کشته شدند. صدای انفجار در روزهای عید هم شنیده شد. به دیدار خانواده آمده ایم که در روز عید به اذان نشستند. میگم الهی طالب روی کامیابی نصیبتان نشه، سرنگون شوید. دو دختر این خانم یک ماه پیش برای خرید عید بازار رفته بودند. کودکانشان را هم در خانه گذاشتند. آنها با 12 نفر دیگر در انفجار یک کامیون در کابل کشته شدند. و دو چشم طرف دروازه بود که قید تا دختر مردش داخل خانه میشه، اما نامدم. هیچ کس در این جنگ مسئول نیست. ولایت هرات در غرب کشور. آمارهای ما نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته از هر سه کشته یکی آن پلیس بوده. شورشیان طالب هم وضعیت مشابه داشتند. تصاویری که به ما داده شده سربازان در حال جنگ را نشان می‌دهد که با وجود تلفات سنگین باز هم ایستادگی می‌کنند. هم تلفات هر دو جانب است و هم تلفات ملکی بعضی وقت به وجود میاد. ما مکلف هستیم از آبرو و عزت مردم، از خاک خود، از سرزمین خود دفاع میکنیم و در سنگر دفاع مشروع قرار داریم. تلفات طالبان زیاد است. یافته های ما نشان میدهد که در این ماه نیمه از کشته ها طالب هستند. حدود 1000 جنگجو. شورشیانی که یا در نبرد رو در رو کشته شدند یا در حملات هوایی. آنها هنوز هم تهدید جدی هستند. قدرتمندتر از سال 2001، زمانی که بیرون رانده شدند. گروهی که حتی با آمریکا وارد مذاکرات صلح شد. روزها، هفته ها و ماه ها پشت سر هم میگذرد و خشونت در افغانستان جان افراد زیاد را میگیرد. کم نیستند خانواده هایی که در این میان داغدارند و امید به پایان جنگ هم ندارند. در یک ماه گذشته، در حالی که بیشتر از هر زمان این مردم خبرهای مرتبط به صلح را شنیدند، اما شاهد جنگ و خشونت بودند. مردمی که با اضطراب و نگرانی منتظر آمدن و گذشتن روزهای آینده هستند. در وسط این جنگ غیر نظامی ها گیر ماندند. دولت هم ازبر میزنه، طالب هم ازبر، چاره ما مردم چی؟ ما آخری چی کار کنیم؟ یک ماه از جنگ که 18 سال زمان گرفت. حتی اگر دولت و طالبان صلح کنند، دشمن تازه‌ای در کمین نشسته. داعش. حتی این پیرزن 70 ساله تفنگ به دست شده. جنگجویان داعش سه پسر و سه نوه نیاز بیبی را در برابر چشمانش کشتند. او حالا از 40 نوهش مراقبت می‌کند. وقت پا دیگه بیست دیگه شم نگورم.
شوهرم نابینا است. من هم تنها با یک چشم میتوانم ببینم. در وضعیت ناگوار هستم. پسرانم به خاطر این سرزمین جانشان را از دست دادند و من نگران آینده این کودکان هستم. یک پسر دیگر نیاز بیبی سالها پیش در جنگ کشته شد. پسر پنجمش هم زخمی. اندوه این مادر بزرگ داستان هم افغانهایی است که سالهاست تنها جنگ رو میشناسند. ارشاد هنریار، بی بی سی، کابل. با توقف مذاکرات صلح بین آمریکا و گروه طالبان، نگرانی ها از افزایش درگیری در افغانستان بیشتر شده. دو طرف بر ادامه جنگ تاکید می کنند، اما غیر نظامی ها قربانیان عمده این جنگ هستند. خبرنگاران بی بی سی در جریان تحقیقاتی که یک ماه طول کشیده، حملات به غیر نظامیان را بررسی کردند. از جمله آنچه که در یک ماه گذشته در شفاخانه یا بیمارستان ولایتی قندهار رخ داده. علی حسینی در گزارشی به بخش کوچکی از این رویدادها پرداخته است. اگر می خواهید ببینید جنگ چه بر سر افغان ها آورده، اینجا جایش است. شفاخانه قندهار بارها شاهد غم باشندگان شماری از ولایت های ناامن بوده. کارمندان شفاخانه ساعت ها در تلاش نجات انسان ها هستند. تلاشی دشوار. هر روز تراژدی تازه‌ای می‌آید. محمد الله، کوچکترین بیمار شفاخانه قندهار، خوشبخت است که نجات یافته. آتش جنگ اما 50% بدن او را سوختانده. محمد الله و مادر 15 سالش گرفتار جنگی شدند که سالها قربانیش غیر نظامی هاست. جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی جریان داشت. بعد از مدت آرام شد. محمد الله در اتاقک چوبی بود. مادرش هم در حال جارو کردن که تیراندازی دوباره شروع شد. نمیدانم نیروهای اردو بودند یا طالبان. یک مرمی به خانه اصابت کرد و آتش گرفت. در حیات شفاخانه بستگان بیماران چاره جز انتظار ندارند. نشانه های جنگ به خوبی در دسترس است. اطلاعات ما نشان می دهد که شمار تلفات غیر نظامی ها به گونه گسترده‌ای دست کم گرفته شده. داستان کشته شدن غیر نظامی ها در انفجارهای شدید و حملات مرگبار هوایی بخشی از جنگ افغانستان است. بخش دیگر قصه پرغصه زخمی های این جنگ است. مدت کمی اگر در شفاخانه باشید متوجه میشین که جنگ در افغانستان تا چه اندازه زیاد زندگی افغان ها را دردناک و غم انگیز ساخته. احمد الله به تازگی به اینجا منتقل شده پس از آن که در هلمند پا روی ماین گذاشت. زندگی خوشحالی داشتم، کار میکردم و درآمد داشتم. حالا هر دو پای من به شدت زخمی شده. نمیتوانم کار کنم و باید خانه نشین شوم. من تنها نانآور خانه بودم. زندگیم تباه شده. برادرانم خیلی نوجوان هستند. تا زمانی که کلان شوند و مراقب دیگران باشند، زندگی من با بدبختی خواهد گذشت. در این جنگ غیر نظامی ها بهای سنگینی می پردازند. سربازی که جسدش در این تابوت است چند ساعت پیش زنده بود. او در حمله طالبان کشته شد. نزدیکانش برای بردن جنازه‌اش آمدند. داستانی تکراری و روزانه. وقت از خانه بیرون شدم و مادرم نگفتم چه اتفاق افتاده. نمیدانم وقت خبر شود چه واکنش نشان خواهد داد. دقایقی بعد یک آمبولانس دیگر سر رسید با جسد سربازی دیگر. این 3 جسد نیروهای امنیتی از زابل، هلمند و ارغستان به این شفاخانه منتقل شدند. آوردن اجساد نیروهای امنیتی به شفاخانه دیگر تقریبا به امر معمول تبدیل شده. دولت افغانستان گهگاه آمار دقیق تلفات نظامی ها را اعلام نمی کنه به خاطر که زیاد است. به طور مثال فقط در همین شفاخانه در هر هفته 10 الی 15 جسد نیروی امنیتی منتقل میشه. در اتاق عمل دکترها دور احمد الله جمع شدند. زخمهایش به حدی شدید است که مجبور شدند برای عملیات او را بیهوش کنند. دکترها امیدوارند لازم نباشد پاهای احمد الله قطع شود، ولی نگرانند شاید مجبور شوند.
ما تلاش خود را می کنیم، اما بعید می دانم هر دو پایش نجات یابد. عموی محمد الله در سراسر زندگیش شاهد جنگ بوده. نگران است مبادا آینده برادرزادهش هم همین گونه باشد. وقتی می بینم درد می کشد، قلبم درد می کند. خواسته خدا همین بوده. اگر طالبان یا دولت به گونه کامل تسلط می داشتند، این اتفاق نمی افتاد. هر وقت هر دویشان همزمان در منطقه ما هستند، مثل خاک پایمال می شویم. داستانهای اندوه ناامیدی در اینجا کم نیست. این دختر 7 ساله به سرش شلیک شده. او و خانوادهش در حال فرار از جنگ بودند که گرفتار جنگ شدند. وحشت و غم جنگ ادامه دارد و افراد کمی شاهد یک پایان خوش هستند. چند روز بعد از تصویر برداری خبر شدیم که محمد الله جانش را از دست داده. علی حسینی، BBC، قندهار. آلمان تلاش می کند به بازار کار جذابی برای مهاجران تبدیل شود. از سال آینده قانونی در این کشور به اجرا در می آید که درهای آلمان را بر روی متخصصین در بسیاری رشته ها و کسانی که حرفه ای آموختند باز می کند. این تغییرات چه هستند؟ در کدام رشته ها کمبود وجود دارد و فضای کاری حاکم در این کشور برای مهاجران چگونه است؟ جزئیات بیشتر از مریم انصاری. آلمان با کمبود نیروی کار در رشته‌های مختلف روبروست و این کمبود هر سال بیشتر می‌شود. مشکلی که آمدن بیش از 1.5 میلیون پناهنده هم نمی‌تواند به سادگی آن را حل کند. مشاغل مورد نیاز بازار کار آلمان کدامند و راه برای ورود مهاجران به این بازار چقدر باز شده؟ به مؤسسه اقتصاد آلمان در شهر کل می‌روم تا این سوالات را از سارا پیرنبرگ، کارشناس آنجا بپرسم. در مجموع کمبود نیروی کار در رشته‌های مختلف فنی مهندسی، رشته‌های علوم طبیعی و بهداشت و درمان بسیار شدیده. بازار کار آلمان در این حال محتاج کسانی است که در حرفه‌های مختلف فنی از سطح تجربه و کیفیت خوبی برخوردارند. همینطور در حوزه خدمات بیمارستانی و خانه‌های سالمندان کمبود جدی وجود داره. از مهمترین مواردی که در قوانین مهاجرتی جدید عوض شده این است که دیگر یک آلمانی یا یک تبع اتحادیه اروپا برای گرفتن یک شغل نسبت به اتباع دیگر کشورها ارجحیت ندارد. یکی از جنبه‌های مهم این قانون برابری میان افرادی است که تحصیلات دانشگاهی دارند و کسانی که حرفه‌ای را بلدند. چون خیلی از کارگاه‌ها و شرکت‌های کوچک و بزرگ بیشتر به کسانی احتیاج دارند که حرفه‌ای آموختند تا به افراد آکادمیک. باستیان محمودی، مشاور شرکت‌های آلمانی و متقاضیان کار از کشورهای دیگر برای آلمان، میگوید برای مهاجرانی که به اینجا میآیند این امکان هست که یک اقامت 6 ماهه بگیرند تا دنبال کار بگردند. مهم اینه که متقاضیان به موقع مدارکشون رو ارائه کنن. کیفیت این مدارک و رشته تحصیلی اونها به دقت بررسی میشه و این در کنار دونستن زبان یک شرط مهم برای گرفتن شغل در آلمانه. به نیروهای با تخصص بالا حتی این فرصت داده میشه که آلمانی رو همینجا یاد بگیرن. به اونها حتی امکان آوردن خانواده و گرفتن اقامت دائم بعد از 21 ماه کار داده میشه. با اجرای شدن این قوانین از بهار آینده، وضع برای تازه واردان به بازار کار آلمان نسبت به گذشته چه تفاوتی خواهد کرد؟ پروفسور گوهر رحیمی، رئیس کلینیک نازایی دانشگاه کلن، رشته پزشکی را در آلمان خوانده و تخصصش را در اینجا گرفته. اون زمانی که ما درسمون تموم شد، شرایط کاری برای ما خیلی سخت بود. چون کار برای دکترها کم بود، رقابت خیلی زیاد بود. ولی در حال حاضر میبینم که شرایط برای کسایی که از کشورهای دیگه میان خیلی راحت تره. مثلا برای کسانی که از ایران میان، من میدونم که باید 2 تا 3 امتحان رو تکرار کنن، یک امتحان تکمیلی میگیرن که بعد بهشون اجازه کار به عنوان پزشک عمومی رو توی آلمان میدن. پرستاری حرفه دشواری است و کمبودش در آلمان به شدت به چشم میخورد.
در زمینه پرستاری، یعنی در همون حفاظت و مراقبت، کمبود نیرو هست. این وقتی که پرستاری مریض میشه، دو تا پرستار با هم مریض میشه، ما مجبوریم مثلا دو تا تخت آی سی رو ببندیم اون شب، یعنی پذیرش مریض نکنیم. در سالهای اخیر این کمبود رو بیشتر از منبع نیروهای مهاجر، کسایی که مثلا یا به عنوان ویزای کاری میان تو آلمان و اینا، سعی میکنیم که جبران بکنیم که تقریبا میشه، ولی خب کیفیت یه خورده فرق میکنه، چون فرهنگ ها مختلفن، آموزش ها مختلفن، این تاثیرگذار شده است. یک نیروی متخصص با تحصیلات بالا وقتی که میاد آلمان، طبیعیه که یک سری توقعاتی داره. این توقعات چقدر با واقعیت اینجا منطبقه؟ ببینید، بذار مشخص بگم، کنکرت بگم به اصطلاح. کسی که تو ایران جای تخصص میگیره و تا من پیشنهاد نمی‌کنم که بیاد اینجا، واقعا اونجا سطح علمی، سطح اون چیز اجتماعیش اینا خیلی بالاست. ایران اینجا، ایران اینجوری نیست. اینجا اصلا کار پزشکی کار شاقی از نظر اون که ایران دکتر پزشک و اینا اون منزلت و جایگاه اجتماعی رو داره، اینجا نیست. انتظار اینو نداشته باشن. رشته های فنی بازار خوبی در آلمان دارند، اما مشتاقان زیادی در دانشگاه آلمان برای خواندن این رشته ها وجود ندارد. به خاطر سختی که این رشته ها داره، هم سخت وارد دانشگاه میشن و هم خیلی سخت فارغ التحصیل میشن. به خاطر این پروسه خیلی مشکلی که دارن و امکاناتی که برای جوان هاشون هست برای اینکه راه های دیگر رو برن، این رشته های مشکل احتمال این که شما بتونید کار پیدا کنید به عنوان مهندس، به عنوان دکتر توی آلمان زیاده. مازیار زمانزاده با قرارداد کار و همراه خانوادهش به آلمان آمده. شرکتی که او را استخدام کرده، پروسه گرفتن ویزا و تهیه همه امکانات ورود او برای شروع کار در آلمان را بر عهده گرفته است. توی ایران استرس هایی دارید، مثلا استرس ترافیک دارید، استرس آیندهتون رو دارید، بازنشستگیتون چی میشه، آموزش فرزندتون چی میشه. وقتی که مهاجرت میکنید، حداقل به آلمان میتونم بگم که وضعیت کاملا برعکس میشه. شما تمام اون استرس ها رو دیگه ندارید، اما یه استرس دارین که به نظر من به همه اونا فائقه و اون استرس کاریتونه و انقدر فشار کار روی شما زیاده که شاید لفظش درست نباشه، اما اشک آدم رو در میارن سر کار. با وجود این، رقابت برای ورود به بازار کار آلمان میان نیروهای متخصص از کشورهای دیگر از جمله از خاورمیانه با تغییر قوانین مهاجرت احتمالاً به رقابتی فشرده تبدیل خواهد شد. اما یا تغییر قوانین روی کاغذ به خودی خود کافی است؟ وقتی به قوانین نگاه کنین، نمیتونین با اطمینان بگین که وضع به سرعت تغییر مثبتی خواهد کرد، چون ایجاد تغییرات لازم در اداراتی که باید پروسه اقامت و کار متقاضی را راه بندازن ساده نیست. روند گرفتن ویزا هم به محض اجرای شدن این قوانین لزوماً راحت تر نمیشه و همچنان باید صبر زیادی داشت. او میگوید دسترسی به اطلاعات دقیق و وجود مراکزی برای کمک و ارائه این اطلاعات در کشورهای مبدأ شرطی ضروری برای رسیدن بی درد سرتر به مقصد است. مریم انصاری، کلم. هفته گذشته لندن میزبان نمایشگاهی بود که آخرین های مدل لباس را معرفی می کند. اما برخلاف سالهای قبل، این بار عده‌ای بران شدند تا افکار عمومی و مصرف کننده ها را از ضرر و زیان های صنعت مد و فرهنگ خرید و فروش لباس بر روی سلامت طبیعت و کره زمین آگاه کنند. سیاوش اردلان به نمایشگاه مدل لباس رفته بود تا از چند و چون پیام معترضان این گزارش را تهیه کند. هفته فشن در لندن است. شیک پوشان جهان به اینجا آمدند تا آخرین مدهای لباس را از طراحان به نام معرفی کنند. بیرون محل نمایشگاه هر کس که در دنیای مد حرفی برای گفتن دارد، دارندگی و برازندگیش را به رخ می کشد. اما شاید این نمایشگاه های فشن دیگر هرگز مثل سابق نباشند. معترضان اقلیمی ورودی نمایشگاه را یافتند. آنها از روزها قبل گفته بودند با چه پیامی به اینجا می آیند. پیامی به رنگ خون و تخریب. این زن پیام را قرائت می کند. هر روز زمین ما را می کشید تا لباس هایی تولید کنید که برای شما لذت و سود بیاورد، نه برای رفع احتیاج. و این فقط فعالان محیط زیست نیستند که با صنعت مد و فشن مشکل دارند. الگوسازان و صاحبان آخرین فشن و مدهای لباس در سراسر جهان اینجا در هفته فشن لندن گرد هم اومدن تا به سراسر علاقمندان در دنیا نشون بدن که آخرین مدهای لباس چیه.
اما اینها به هیچ وجه الگویی نیستن برای این فعالان حقوق حیوانات که خودشون رو به قیر آغشته کردن تا اعتراضی داشته باشن به نقش فشن و همینطور صنعت چرم به خصوص بر روی آزار رساندن به حیوانات. اینها بخش بزرگتری از اعتراضات فعالان محیط زیست هم هست به نقش فشن در آلوده کردن کره زمین و تأثیری که کربن تولید شده از صنعت فشن در گرمتر شدن کره زمین داره. تولید گازهای گلخانه‌ای یک جنبه بزرگ از آسیب‌های بزرگتری است که افکار عمومی دنیا را رفته رفته نسبت به تأثیرات صنعت مد و فشن بیدار کرده است. کل کربنی که این صنعت وارد جو زمین می‌کند از کربنی که صنعت هواپیمایی و کشتیرانی روی هم تولید می‌کنند بیشتر است. 20% کل زباله‌هایی که در جهان دپو می‌شود لباس‌هایی هستند که دور ریخته می‌شوند. صدها میلیون کیلوگرم در هفته. تولید یک تیشرت و شلوار جین 20,000 لیتر آب مصرف می‌کند. اکثر این لباس‌ها در هند و پاکستان تولید می‌شود که خود دچار کمبود آب هستند. هر شستشو در ماشین رخشویی بیش از 700,000 ریز پلاستیک وارد چرخه آب می‌کند. در پشت این دیوارها بروبیایی برپا است بین علاقه‌مندان و دست‌اندرکاران صنعت فشن. به نظر بی‌خیال نسبت به اعتراضات بیرون. هرچه باشد فشن در بریتانیا صنعتی 40 میلیارد دلاری است، در دنیا 3000 میلیارد دلار. انتظار از سیاستمداران برای مهار این صنعت فعلا بیهوده است. تنها نقطه امید آگاهی و هوشیاری مصرف کننده است و مسئولیت پذیری خود متولیان مد و فشن که روشن نیست چقدر پیام را گرفتند. هر کدوم از ما یک رسالتی داریم و این رو به شکل خاص خودمون ابراز میکنیم. من که سیاستمدار نیستم، ولی خب فشن بالاخره جزی از فرهنگ دیگه. جزی از فرهنگی که به غیر از آسیب به طبیعت و حیوان آزاری، صدها هزار نیروی کار ارزان را در ممالک محروم به کار گمارده تا با تولید هرچه بیشتر مصرف کننده را به خریدن لباس‌های وسوسه کند که شاید هرگز نپوشد، ولی حس نیازی کاذب به خریدنش دارد. در حالی که فرهنگ بریز و بپاش، پوز بده و دور بریز گویی همه را جادو کرده، هدف این معترضان روبودن نگاه دوربین‌ها برای دقایقی چند است تا از میان همهمه مصرفگرایی و زرق و برق تبلیغات مردم را به خرید در حد نیاز و به حداقل رساندن تخریبگری‌های ناخواسته تشویق کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. شهر استکهلم سوئد میزبان 11 جشنواره سینمایی سما بود. در این جشنواره فیلم‌های ساخت سینماگران افغان و همچنین فیلم‌هایی از ایران، هند، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، دانمارک و فرانسه به نمایش گذاشته شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آصف معروف. رونا، مادر عظیم کار جمشید محمودی، جایزه بهترین فیلم بلند سینمایی بود. روایت از زندگی یک خانواده مهاجر افغان. شتران در بخش فیلم کوتاه برنده این جشنواره شد. چیزی که ما داورها در اینها میخواستیم ببینیم و معیارهای ما بودن خود داستان بود و که چطور در رابطه با خود موضوع پرداخته میشه، شخصیت پردازی، کارگردانی، بازیگری، خود موسیقی، انتخاب موسیقی و تلفیق موسیقی با تصاویر، اینا معیارهایی بودن که در این فیلم ها به حد استاندار رعایت شده بودن. شتران را شبنم زریاب ساخته، حقوقدانی که رمان نوشت و حالا سینماگر است. فیلم سرگذشت کودکان است که فرارشان میدهند تا در صحرای عرب اسباب سرگرمی مسابقات شترانی باشند. آدم زیاد کتاب میخوانم سرریز میشه، باید خود آدم نوشته کنم. باز فکر میکنم که عمه تو شد باید من بسیار قصه کردن و باید من پس اینا قصه خود کنم. شروع به نوشتن کردم، یک رمان نوشته کردم که به نام پیانو نواز افغان است که در فرانسه بسیار استقبال شد. باز آسته آسته در طرف سینما رفتم. سینمای افغانستان در سالهای پسین جان تازه گرفته. آرزو آریوپور که در فیلم هوا مریم و عایشه نقش هوا را بازی کرده در رشته سینما خودش تحصیل میکند و به امیدهای آینده نگاه دارد. سینماگرای داخل افغانستان مخصوصا جوانا در زمینه سینما بسیار مسلکی تحصیل میکنن، کار میکنن، فعالیت میکنن و چهره بسیار جالبی را سینمای افغانستان ارائه کردن و عرصه بین المللی و
جشنواره های بین المللی حضور پررنگ دارن و ویژه خانم ها و ویژه زنان جوان سینماگر در افغانستان. جشنواره سما به ابتکار کلوب فرهنگی فردا و حمایت مالی شهرداری استاکولم همه ساله در سویدن برگزار می شود. ما از کشورهای آسیای میانه، ایران، پاکستان، افغانستان فیلم داشتیم و به تعداد 86 دانه فیلم داشتیم در مجموع که از او 33 دانه فیلم انتخاب شده توسط هیئت گزینش. جشنواره های چنین فرصت است نو و هوای تازه برای سینماگران و همچنان فرصت است برای تماشاچیان که اینجا می آیند محصولات هنری را تماشا می کنند و در گفتمان نقد فیلم شرکت می کنند. و شب‌های جشنواره با موسیقی به پایان می‌رسد. همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.